داغ پرونه تاسو ته د شاداب ظفر د کور جوړونې ساختماني شرکت لخوا وړاندې کیږي. بلخ هغه ولایت دی چې لرغونچای پیړیو پیړیو ته رسیږي. په دې ولایت کې لرغونی ځایونه او پرله پسې بې شمېره مدنیتونه د دې ولایت د لرغونتیا او تاریخي مخینې په اړه ګواهي ورکوي. نن د دې ولایت د یو بل لرغونی ځای شادیان درې او رواق په اړه درته وایو چې د جوړ شوي کمان لرغونتیا یې تر زرو کلونو هم اوړي. در شمال افغانستان در گذشته این دشتا و این ساحه زیادترش آبیاری میشد یا آب داشتن و روابط وجود داشت، شکل چی تغییر داشت. البته شما کتاب لوئیس دوپری را اگر بخونید در بخش دوره سنگی و دوره فلز بسیار آثار زیاد را ما از مقاره هایی که در شمال افغانستان است، مثلا مقاره چی در گوسفن، مثلا آکوپراک، در اینا ما میبینیم که ما مظاهر مدنیت های حتی تا 50,000 سال قبل از میلاد ما در اوجه پیدا کردیم. طور مثال در آکوپراک یک نوع از جالی پیدا شده که در او دانه های گندم بود و این معنی از این است که گندم از 5,000 سال پیش کشف نشده، بلکه پیش از او از طرف آریایی‌ها و مردم ما که در دوره اولیه زندگی میکردن با وجود آمده. همین خود ایلک منظور ای که او رو شفاف میزد یا یک مظهر تمدن اولیه است. ما اینا را در موزیم کابل هم داریم، بسیاری از اینا را تا مدانه های گندم نگهداری شده و از لحاظ عمر این گندم که از لحاظ کیوهشت علم ساینسی که سنجیدن حتی تا 50,000 سال قبل از میلادم عمر کشف گندم در شمال افغانستان تثبیت میکنه. در واقع تنگی شادان از ساختهای دوره سامانیان برخی است، از 1000 سال پیش از امروز یا 1100 سال پیش از امروز. این بیشتر بحث یک مرکز دیدبانی به کار می رفته، مثل محل ترسل بوده و زینی ادی از اون طرف راه زینیش از طرف جنوب بوده، یعنی از داخل کوه، از داخل تنگی، و یا ترسل میکنن طرف دشت و اتاقا از اون طرف رازینه بوده که بالا میشته، ولی اون زینه ها هم وجود داره و یک تعدادش که خراب شده زینه ها میخواییم بازسازی کنیم بره. دیگه راه ورودی از اون طرف بوده، از طرف جنوب بوده و طرف شمال ترسد میکنن و ترسدگاه طرف شمال می رواق ساخته شده بوده. از اون ترسدگاه جای مشخص است، یک دو سی اتاق بوده که او اتاق هم از خشت پخته کار شده بود. اول خاطری که همی تنگی از بنامی تنگی چارکن چی وقت جور شده؟ دورانی بچم، دورانی چارپاشایی، دورانی امیر عبدالرحمن خان فرقمیش بود، غلام مد خان
غنمیش بود. به او دور جور شده، به او دور جور شده که بچه ترابطو در عیزاباد بود. اونا رئیس های مزار شریف چهار نفر رئیس داشت. اون رئیس ها مقرر شد، گشته گواه خلاص شد، دسته رفت. گشته امیر عبدالرحمن خان وکیلی در این منطقه شد. این سرگه کشید. سرگه در اونجا خورخانه است. تمام شای در جنگ است. برو هر جایش ببینید که چقدر نفر میره. 1000-2000 نفر در هر اتاقش میره. کجا؟ هنی بالا در جنگ. دا شادیان دخته او رواق د بلخ ولایت د نهر شی ولسوالۍ اړوند دي، چې د کال په لومړي موسم کې د شادیان دخته د نندارچانو نه مالامال وي. دلته مېلې کېږي، خلک راځي او د غاټول ګلانو نه خوند اخلي. د مزار شریف ښار د اوړي په موسم کې ګرمه هوا لري، خو د شادیان تنګای بیا داسې نه دی. دلته د ښار په پرتله د هوا درجه ډېره ټیټه وي. به هر حال دشت شادیان به این خاطر ای جایگاه خود پیدا کرده بود، ولی در رزمنه های قدیم از لحاظ تاریخی و زمینشناسی در گذشته در دشت شادیان نهر وجود داشت که این نهر دو طرف از این هم پر از گل می بود و سبزه و مردم این نهر هم بازم مقدس می شمردن. به این که در اون دشت یعنی بسیار سوزنده شما می دیدین که یک آب بسیار شفاف جریان داشت و این آب کم بود، ولی حداقل بر مردم جایگاه خود داشت و از او استفاده میکردن و میرفتن او را تقریبا مشابه به دریای گنگا. مردم ما در گذشته که زردشتی بودن آب از او را مثلا به سر روی خود میزدن یا غسل میکردن و یا ای که لباسهای خود مثلا نمناک میساختن که وجودشان مقدس شد. د دې دختی پاړ ویل کیږي چې په بلخ کې د استوروی واکمن یمال وخته دلته میلی کیږي. د موسم له بدلون سره دا کال په لومړیو څلوېښتو ورځو کې به بشمیره خلک راټولېدل. کلتوري میلې او پروګرامونه به یې نیول. آن د مسؤلیت کمربندونه به یې ځوانانو ته ورتړل. افریقا در هر صورتش هست، ما بسیاری از بنای تاریخی ما بعضی جای توریستی هم به کار برده میشه دیگه. در اوجه به خاطر تفریقا است که علاوه از اینکه یک بنای تاریخی است، اوجه یک منظره طبیعی بسیار زیبا وجود داره. تنگی است و هوای بسیار خوبی داره. در اوجه به خصوص در موسم گرما خیلی مردم در بهار در اوجه میرن و در زمانی که بهار سبزه می باشه و گلای خودرو در اوجا می رویه، مردم بر تفریح با خانواده های خود می رن. گذشته های بسیار دور به عنوان یک دشت مقدس در دوره پیشدادیان آریایی و خصوص در دوره که جمشید یا یما پادشاه قدرت به دست گرفت و امو سیطره آریایی ها از بلخ و پهنایش به اطراف گسترده شد، این زیادتر جایگاه خود پیدا کرد. جشن آریایی ها همیشه اول نوروز بوده و در اول نوروز دشت شادیان پر از گل می بود و اینا ای را بسیار مقدس می شمردن که از لحاظ امو عقاید زردشتی اونا میگفتن که گلها که میروه اینا خودش زمینه هایست برای
خوبی ها و محبت و دوستی و ما باید به این دشت بریم و این را بسیار گرامی داشت داشته باشیم. اکثر مردم حتی از اطراف و اکناف هم می آمدن و همین جشن شرکت میکردن و در همین جشن زیادتر مسائل مطرح میکردن و خوشی میکردن. البته در طول زمانه ها عقاید جانبی هم در موردش پیدا شد. یعنی مردم میگفتن که اگر نوروز باشه باید در روزا طور مثال نظر بگیریم، یا طور مثال دخترها کوشش میکردن که مراسم خاص خود داشته باشن، یا مردم کوشش میکردن که در اول نوروز چون سبزه میرویه و گلای لاله سر میزنه باید بریم و این سبزه ها را لگد کنیم. لگد کردن سبزه ها هم یک جزء عنعنه و در زمان زردشتی ها یک کار مقدس بود. البته بعد این جزء عنعنه شد که تا هنوز هم در افغانستان جریان داره. حتی در دیگر اطراف و اکناف شهرهای افغانستان روز نوروز اکثر مردم به دشت ها و کوه ها میرن و سبزه لگد میکنن. این یک نوع عنعنه است، نه یک مسئله دینی یا عقیدتی. دا شادیان تنگی په منځ کې د پخو خښتو نه درول شوي کمان په اړه ویل کیږي چې د ښار نه د ساتنې او هم د دښتې نه د سیل او لیدو په هدف جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې د دې کمان ډېرې برخې ویجاړې شوي دي. در گذشته تا به هنوز ما با کمان بسیار دیدگاه مشخص داریم. کمان بر ما یک اسطوره است. کمان بر مردم افغانستان به عنوان عقاید جانبیشان یک چیست، یک نظر خاص داره. کس از زیر کمان بگذاره، طور مثال اگر مرد باشه زن میشه، این یک عقاید خرافاتی است که هیچ گاهی صورت نمیگیره و او کمان هم جایگاه خونه. ولی کمان را که در اینجا ساختن شاید به عنوان یک سمبولیک یک چیز باشه. ببینید خود امی در تنگی تاشقرغان هم مثل یک مسئله چی بود که تنگی تاشقرغان در دوره اسکندر کبیر و یونانی ها ایره به نام دره سنگی می گفتن، یا در اینجا اینا جایگاه خود داشتن. این کمانه ها از او وقت هم شاید عوامل مظاهر باشه. اسناد وجود نداره، تحقیقات در این مورد به طور مشخص صورت نگرفته، ولی چون در گذشته تاریخی ما سه مدنیت پشت هم گذاشتیم. در تنگی په یو برخه کې کوم کار شوی دی، کومه خښته کار دی یا کوم کمان جوړ شوی، ویل کېږي دا ډېر لرغونی دی، له پخې خښتې نه پکې کار اخیستل شوی. خو د جګړو په وختونو کې یا د وخت په تېرېدو سره د دغه کمان په سر باندې چې کوم برجونه وو هغه له منځه تللي. داسې روایت هم شته چې ګویا له دغه برجونو نه په دواړه خواوې څارل کېدې. دا یو نظامي غوندې ځای و، د ښار څارنه به کېده یا د ساحې څارنه به ترې کېده د دې نه. په تېرو وختونو کې چې کوم ځایونه ور اوښتي، فکر کېږي چې دا به د جبری ور نه وي. اوس بیا هڅې روانې دي چې دا ورغول شي، بیرته پخواني حالت ته ورستون شي. وقتی جور بودم مامی مجاهدین سایبا وقتی دویران کده و برده بود. چی را برده بود؟ همین خشتایش برده و دگاهش برده و در شهر در جای دیگه مردم ها هر کس خشلاقه که یک اکتا خشت گرفته رفته و موتروان ها برده و دو برده قاضی سنگ خود سودا کده و میتفیده. تنگی شادیان یک رواق است دیگه، فعلا باقی مونده، یک تنها یک رواق باقی مونده که ما تنها اون رواق فعلا در ترمیم هم گرفتیم. یکی دو روز میشه که کار در اوج شروع کنیم. خود رواق هم از خشت بوده و داخلش توسط سنگ و توسط سیاچونه که یک مخلوط ریگ و مخلوط از ریگ و چونه و از خاکستر است،
پرکاری شده بوده که مد ترمیمش البته بودن پرکاری دوره به مو شکلی که وجود داشته انجام خواهد دادیم. دیگه خود رواق به خاطر وجود داشته که از بین ازی آب هم میگذشته، آبی که از داخل از محلات کویسانی سرازیر میشه جریان پیدا میکرد دشت شادان از طریق همین. از لحاظ تاریخی چرونه ما مثلا در چی هم در کابل هم معمی دیوارهای کابل به عنوان یک مانع به خاطر نفوذ دشمن بود که به داخل کابل نبیه. در بلخ هم همطور یک مسئله است، در وقت تکنولوژی خوب پیش نرفته بود و بزرگترین مانع بود و برای سهولت کار خود مثلا جایگاه را ساخته بود تنها خودشان از او عبور کنند و این کمانه ها میتونست منعیس یک پل عبوری برای چی باشه، برای افرادی که بتانند خود برسان زودتر به مقصد. این احتمالات هم زیاد است، ولی در این مورد من خودم پیشنهاد میکنم هم به اکادمی علوم و هم برای بخشای باستانشناسی وزارت فرهنگ که کارهایی را انجام بدن تا این تحقیقات به طور کامل مشخص. اوس حکومت په پام کې لدی چې د دې لرغونی کمان تر څنګ په یاده سیمه کې د اوبو یو بند هم جوړ کړي، ځکه چې دا ځای د لرغونتیا تر څنګ ښه هوا او رڼې اوبه هم لري. هیچ چیزی نداری غیر از این نیست یک سفید کاری، یعنی گندم از جواز در غیر است دیگه، هیچ چیز نداره بیچاران اینجا اینو کواشی است، میره یک دو خشیواق میاره، یکان دو جال پشکل میاره، از مال خود جمع کرده برده در بازار سودا کرده پس میره. در این اواخر قرار است که یک بند آبگردانم از طرف وزارت محترم فایدامه جور شد، میخواستن که در خود همی تنگید بسازن که ما او را ممانعت کنیم به خاطر حفاظت از این بنای تاریخی و بعدا این را بردن در 500 متر عقبتر این را میسازن. من بعد همی سیل خیزش آب و سیلاب هم دیگه باعث نمیشه که این را خراب بسازن، به خاطر او بند اگه جور شد دیگه سیلاب از این منطقه قطع میشه. از او خاطر است که ما فعلا کار شروع کنیم و او هم بند خود شروع کنن، دیگه همزمان اگه کار پیش بره خیلی خوب میشه. پا دی پرا خدخت دا غاتول گلونو دا راتو که دو تر چنگ للمی هم کرل کیگی او ویل کیگی چه یو وقت دی زای خیو بلنه دی. دا دخته د ځای خلکو لپاره د عواید او روزۍ ترلاسه کولو ښه سرچینه بلل کیږي. اصل در حقیقت مسئله گندم شاید هم در اوایل بوده باشه، چون وقت نهر وجود داشت و آبیاری میشد و مردم گندم میکشتن، ولی خود گل لاله و سبزه های خودروی که در شمال افغانستان و خصوص در دشت شادیان شما تا هنوز هم میبینین، ای در طول تاریخ همونطور تکثیر شده و خودشان جایگاه خود پیدا کردند، ولی در عقاید جانبی بر مردم ای یک نوع خوشبختی آورده و یک نوع معبد و در آغاز بهار اینا سر میزنند. به این خاطر همیشه ای را مقدس شمردن و چون روز نوروز برای آریای قبلا هم براتون گفتم که روز بسیار خوبی بود، عید بود، به این خاطر هر مظهر خوب طبیعت که اونا نو بود و میدیدن او را مقدس میشمردن و به این خاطر تا هنوز می ادامه دارد.
دا خبرونه تاسو ته د شاداب ظفر د کور جوړونې ساختماني شرکت لخوا وړاندې شوه.